نیلا وحدتی پدرم در اتاق خودش میخوابید من و مادرم نیز در اتاق خودمان میخوابیدیم روزها بیشتر وقتش را یا با وزرا میگذراند و به آنها مشورت میداد یا از سواری میکرد یا به شکار میرفت او به شکار کردن علاقه بسیار زیادی داشت اتین از تو کمتر او را میدیدی او بیشتر وقت خود را بیرون از خانه میگذراند نیلا وحدتی نه همیشه معمولا هر دو سه روز یک بار مدتی برای من وقت میگذاشت به اتاقم میآمد روی تخت خوابم مینشست مرا نیز روی زانوانش مینشاند و از آنجایی که هیچ کداممان حرف چندانی برای گفتن نداشتیم پس از یکی دو دقیقه سکوت از من میپرسید نیلا حالا چه کار کنیم بعضی وقتها اجازه میداد دستمالش را از جیب بغلش بیرون بیاورم آن را دوباره تا کنم و باز هم در جیبش بگذارم آنگاه طوری رفتار میکرد گویی به شدت شگفت شده است که از نظر من رفتاری بسیار مسخره بود بعد کمی نوازش هم میکرد و دست آخر میگفت بابا باید برود بر آهوی من حالا دیگر برو عکس را برمیدارد و به اتاق دیگر می روید. لحظاتی بعد که برمیگردد سیگار دیگری روشن می کند و ادامه می دهد. ادامه می دهد. نیلا وحدتی. از اینکه مرا بررسدا می کرد لذت می بردم و این نام را خیلی دوست داشتم. به باغ می رفتم و در حالی که از سر شوق این طرف و آن طرف می دویدم با صدای بلند تکرار می کردم. من بر راهوی بابا هستم. من بر راهوی بابا هستم. اما این نام برایم بدیام بود. اتین. واقعا نیلا لبخند تلخی میزند و میگوید پدرم یک شکارچی بود و هر وقت به شکار میرفت اغلب آهو شکار میکرد آنها توانستند تا نزدیکی آپارتمان مامان پیاده بروند اما رفته رفته بر شدت باران چنان افزوده شد که دیگر امکان پیاده روی وجود نداشت بنابراین تاکسی گرفتند مامان روی صندلی عقب نشسته و کاملا خودش را جمع کرده بود بارانی پری را هم برتن داشت و بدون آنکه چیزی بگوید از پنجره به بیرون نگاه میکرد کاملا درمانده و خسته به نظر میرسید انگار در آن لحظات سی چهل سال از پری پیرتر بود مدت ها بود که پری به اپارتمان،, به آپارتمان, مامان نرفته بود. هنگامی که در را گشود و وارد خانه شد، تلمباری از دیوان ها و ظرف های کسیف، پاکت های چیپس و ظرف های چرب و پوشیده از تخمانده های غذا توجهش را جلب کرد. زمین پوشیده از خون و همه جا به هم ریخته و نامرتب بود. پری با آنکه میدانست این کارها را عمدن میکند احساس گناه می‌کرد. جولین بارها به او گفته بود که نیلا عمدن چنین رفتاری می کند تا تو از او بدت بیاید و پرین حرف را باور کرده بود. کف اتاق خواب چند تکه لباس، چند صفحه موسیقی، کتاب و روزنامه پخش و پلا بود. روی لبه پنجره نیز لیوان آبی دید که چندین تهسیگار در آن شناور بود. پری روی تخت خواب را جمع و به مامان کمک کرد تا دراز بکشد. سپس رویش را با پتو پوشاند. نیلا در حالی که به پری چشم دوخته بود روی پانسمان پیشانیش دست گذاشت. در آن وضعیت درست حالت هنر های فیلم های سامت را داشت. مامان خیلی زود حالت خوب میشه. فکر نمی کنم. صدایش کاملا خسته و بیحوصله بود. گوی آخرین کلمات عمرش را بر زبان می آورد. مامان تو مرا می ترسانی. می خواهی بروی؟ دلمت می خواهد پیشت بمانم؟ بله. پس می مانم. چراغ را خاموش کن. مامان؟ بله. قرصهایت را می خوری یا دوباره آنها را کنار گذاشته من نگرانت هستم. دوباره شروع نکن. چراغ را خاموش کن. پنی چراغ را خاموش کرد لبه تخت خواب مادرش نشست و به او خیره شد که به خواب عمیقی فرو رفته بود کمی بعد از جایش بلند شد و شروع کرد به جمع جور کردن ظرفها و لیوانهایی که بوی تفانشان همه خانه را پر کرده بود یاد نخستین شبی افتاد که در خانه جولین گذرانده بود فردای آن شب به آشپزخانه او رفت و ظروف و لیوانها را شست در این فاصله جولین نیز املت درست کرد و, در و صفحه از جین بیرکین را در گمافون گذاشت سال پیش او پس از گذشت ده سال دوباره, دوباره جولین را دید در سال 1973 هنگامی که دانشجویان معترض جلوی سفارت کانادا جمع شده بودند و علیه شکار خوکهای آبی شعار میدادند او را دید پری اصلا قصد نداشت این راهپیمایی ن... راه شرکت کند اما کولت با اصرار او را همراه خود برده بود آن روزها آن دو نفر همخانه و هر دو از این همخانگی ناراضی بودند کلت ماریجوانا میکشید پیراهنها لباسهای می و لباسهای رنگارنگ برتر میک به سرش میبست همواره چند پسر موبلند به خانهاش میآورد و مدام در خیابانها شعار میداد و به مسائل مختلفی مانند آزمایش هستهای، کشتار حیوانات نجات پرستی و هر چیز دیگری اعتراض میکرد اما مدتی بود که پری احساس میکرد رابطه آن دو رابطه یک دختر مغرور و از خودرازی با یک دختر ناراضی است کولت هیجان زده فریاد برمیآورد آنها ماشی دروغگو هستند که میگویند در شکار خوک آبی از روش های انسانی استفاده می کنند اما من میدانم که آنها با چوب و چماق سر آن حیوانات بینوا میکوبند و به این ترتیب آنها را میکشند و بدتر اینکه اگر از این ضربات بیرحمانه جان سالم به در ببرند آن وقت در بدنشان قلابی فرو کرده و آنقدر آویزانشان میکنند تا سرانجام بمیرند و حتی بعضی وقتها هنگامی که آن حیوانات هنوز زنده هستند پوستشان را میکنند پری نمیتوانست علت این رفتار تند کولت را درک کند اما گاهی بی هیچ دلیلی مجبور میشد از او عذرخواهی کند همچنین احساس میکرد رفته رفته نفس کشیدن در کنار آن دختر از خودرازی و هموار معترض برای سخت و حتی ناممکن شود تعداد شرکت کنندگان در آن گرد همایی معترضانه به سختی به سی نفر میرسید اما میگفتند قرار است بر, بر... اما اما میگفتند قرار است بار, بار دو نیز در بار دو نیز برای بار دو نیز در آن تظاهرات شرکت کنند البته خیلی زود معلوم شد این خبر فقط یک شایعه بوده است که کولت را بیش از سایرین افسردو نامید کرد او خشمگینانه به سوی اریک پسر لاغرندام عینکی و رنگ پریده رفت که همراه کولت مسئولیت این تظاهرات را بر عهده داشتند پس از آنکه کمی سر اریک داد و فریاد کرد و به او قرزت گفت به همکاری او نیازی ندارد و خودش به تنهایی مسئول این راهپیمایی را بر عهده خواهد گرفت پری راهی از میان جمعیت باز کرد و به پیاده رو رفت کنارش دختری ایستاده بود که مدام فریاد میزد پری بدون آنکه به آن دختر نگاهی بیاندازد کوشید از او دور شود وقتی در گوشه دیگر از پیاده رو ایستاد یک نفر روی شانه زد و گفت انگار دنبال راهی میگردی که خودت را از اینجا خلاص کنی پری به او نگریست مردی با لباس جین بود که شالی برگردن داشت با آنکه کمی مسن به نظر می رسید اما چهره جذاب داشت بدنش ورزیده و متناسب بود موهای روی شقیقه سفید شده و کاملا خسته به نظر می رسید پری گفت همینطور است گونه یکدیگر را بوسیدند و وقتی از پری دعوت کرد با هم قهوه بخورند او بلافاصله پذیرفت دوستت خیلی عصبانی به نظر می رسد انگار دنبال یک نفر گردد تا خونش را بریزد پری روگرداند و کولت را دید که هنوز کنار اریک داده بود و در حالی که مشت گره کردهاش را در هوا تکان میداد فریاد میکشید کوشید جلوی خندهاش را بگیرد که اگر کولت خنده او را میدید بدون تردید از کوره در میرفت و خدا میدانست چه واکنشی از خود نشان میداد پری شانه بالا انداخت و همراه مرد از آنجا دور شد آن دو به کافه کوچک رفتند و پشت یک میز کنار پنجره نشستند جولین برای خودش و پری کیک و قهوه سفارش داد و دا زمانی که سرگرم سفارش دادن بود همان استرا با استریسی سراغ پری آمد که وقتی کم سن و سال بود و جودین دنبال مامان آمد در خود احساس میکرد ناگهان یادش آمد که نه تنها آرایشی نکرده بلکه حتی پس از بیرون آمدن از حمام موهایش را هم خشک نکرده است اما دیگر هیچ کاری از دستش بر نمی آمد فکر نمی... جولین سیگار پری را رو روشن کرد و به او گفت فکر نمی کنم تا هم از آن دانشجویان معترض باشی نه نیستم اگر آمدم بابت احساس گناهی بود که, م... که می, کردم. نه برای محکوم کردن کاری احساس گناه به دلیل شکار خوک آبی اگر آمدم فقط و فقط به خاطر کولت بود آه بله فکر کنم من هم وقتی او را دیدم کمی ترسیدم ما همگی از او می‌ترسیم. آنها خندیدند چون این دستش را دراز کرد و گوشه شال پری را گرفت لحظه بعد دستش را انداخت و گفت لابد خودت هم میدانی که چقدر بزرگ شده ای و با آنکه نباید این حرف را بر زبان آورم باید بگویم هم بزرگ شدی و هم بسیار فریبنده پری به یقه بارانی خود دست کشید و گفت فریبنده آن هم با چن... چنین ظاهر آشفته ای کولت بارها به او گفته بود بکوشد این عادت ابلهنا را ترک کند که وقتی مردی از او تعریف و تمجید میکند خودش را میبازد و دست و پایش را گم میکند گفته بود باید سعی کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد و خود داشته باشد و خود را دختری زشت و بدترکیب نداند احساس کرد دوباره به مادرش حسادت می کند و این, این نه اولین باری بود که چنین احساسی پیدا می نه آخرین بار پری گفت الان می خواهی بگوی کاملا به موجودی شبیه اسمم تبدیل شده هم. آه نه زیرا این موضوع کاملا روشن است راستی می دانستی تعریف کردن از زنها نوعی هنر است؟ نه اما میدانم که همه این حرفها را برای دلخوشی من میزنی در همان لحظه پیشخدمت سفارش آنها را آورد پری به داستان دستان جولی جل... نگاه کرد که, که کف آن پوشیده از عرق بود بعد به خودش فکر کرد که, که بسیار حساستر سازشکارتر و انعطافپذیرتر از مامان یا حتی کولت بود اما میدانست که در مورد مردها هیچ کدام از این ویژگی ها نکته مثبتی برای جلب نظر آنها محسوب نمی گرچه یک بار پسری به او گفت که دوستش دارد اما از همان آغاز پری میدانست که دروغ می گوید. بعد به جولین فکر کرد که چهره جذاب داشت صحبت از کار و حرفه او به میان آمد و گفت مدتی است که دیگر در دانشگاه درس نمی دهد بلکه چند وقتی است که در بخش امور مالی شرکت بزرگ و بین المللی مشغول کار شده که از جمله مزایای مهم و بزرگ این کار مسافرت‌های های دائمی بود به چه کشورهایی مثلا اردن و عراق من دو سال تمام من دو سال تمام وقت گذاشتم و درباره اقتصاد غیر دولتی آنجا کتابی نوشتم جولی خنده کرد و ادامه داد در حال حاضر در پاریس مشاور اقتصادی و مالی یک شرکت هستم پری گفت من هم خیلی مسافرت را دوست دارم کولت میگوید بهتر است دو نفری یک سفر به افغانستان برویم فکر می کنم بتوانم حدس بزنم چرا برای سفر کردن افغانستان را انتخاب کرده است شاید کولت برای هشیش افغانستان را ترجیح دهد اما من دلم میخواهد آنجا بروم فقط به این دلیل که ببینم کجا متولد شدم حتی شاید موفق شوم خانه ای را که من و پدر و مادرم آنجا زندگی میکردیم پیدا کنم پس تو انگیزه قوی برای رفتن به آنجا داری شاید بیشتر کنجکاوی باشد من چیزی زیادی از آنجا به خاطر نمیآورم آنطور که یادم میآید یک بار درباره آشپزی گفتی که در خانه پدریت داشتید از اینکه میده جولین هنوز هم حرفها را که او سالها قبل گفته بود به خاطر میآورد احساس رضایت کرد بنابراین بدون تردید جولین نیز در طول این سالها در فکر او بوده است بله اسمش نبی بود هم آشپز ما و هم راننده پدرم بود پدرم یک اتومبیل بزرگ آبی رنگ با سقفی قهوه‌ای مایل به زرد داشت و اگر اشتباه نکنم یک آرم عقاب فلزی هم روی کاپوتش بود آنگاه از در دانشگاه و علاقش به آن گفت و جولی نیز چنان مشتاقانه حرفهایش را میشنید که مامان هیچگاه اینگونه پای حرفهای او نمینشست او حتی نمیتوانست تظاهر کند که حرفهای پری برایش جالب است و برای آنکه موضوع صحبت را عوض کند مدام شوخی کرده یا جوکی تعریف میکرد که هم شوخیها و هم جوکهای او نشان میدادند که چقدر انسانی سبکسر و بیدانش است و این اصلا برازنده یک شاعر نبود اما پری هرگز این موضوع را بر زبان نمی آورد. پرسید نظرش درباره ریاضیات چیست و پری گفت این هم به او آرامش می بخشد. چونین گفت اما به نظر من ریاضیات علمی تنشزا و استرابافرین است. پری از حال نظر کرد از نظر من واقعیت هایی که در ریاضیات وجود دارد آرامش بخش است مسائل ریاضی پاسخهایی دارند که ممکن است پس از مدتی تغییر کنند اما اینکه میدانم در هر حال می توان پاسخی صحیح به پاسخی صحیح رسید ذهنم را آرام می کند جولین گفت من هرگز نتوانستم زندگیم را با ریاضیات یکسان بدانم بسیاری از مسائل ریاضیات هستند که یا پاسخی برایشان یافت می شود یا اصلا جوابی ندارند اما زندگی اینطور نیست پری خندید و گفت وقتی اینطور حرف میزنی خودم را که احمقه به تمام معنا احساس میکنم سپس با دستمال صورت خود را پوشاند چون این در حالی که دستمال را از روی صورت او کنار میزد گفت نه اصلا چون این احساسی نداشته باش سپس چند پرسش در خصوص بخش متفاوت ریاضی مطرح کرد و پری از سوالهایش به این نتیجه رسید که او در زمینه نظریه تحلیل اعداد اطلاعاتی جامع و کامل دارد و هم نظرات کارلگاوس گا... اه... کارل را میشناسد و هم چیزهای زیادی درباره برنهارت برن ریمان میداند مدتی طولانی آنجا نشستند قهوه خوردند و سپس نوشیدنی سفارش دادند هنگامی که هوا دیگر کاملا تاریک شده بود جولین با لحنی کاملا معدبانه پرسید به من بگو نیلا چطور است پری دود سیگارش را که در سینه داشت به آرامی بیرون فرستاد جولین سرش را تکان داد پری گفت شاید ناچار شود کتاب فروشیش را بفروشد از شنیدنش متاسفم چند سال از کارش از رونق افتاده بنابراین ظاهرا چاره ندارد جز اینکه قید آنجا را بزند گرچه اصلا دلش نمیخواهد این کار را بکند و میدانم که آسیب روحی سختی به او وارد میشود هنوزم سرگرم نوشتن است به تازگی این کار را هم دیگر نمیکند جولین خیلی زود موضوع صحبت را عوض کرد و پری در دل از او سپاسگزاری نمود اصلا دلش نمیخواست درباره مامان و زیاد رویش در نوشیدن و اینکه مجبور است مدام با, با او سر و کله بزند که داروهایش را بخواهد صحبت کند یاد نگاه های جولین افتاد هنگامی که به خانه آنها می آمد و احساس می کن مامان به او و احساس دو مشکوک شده است که شاید هم همین ام هم دلیل به هم, زدنش با به هم زدن رابطهش با جولین بود اما پری آرزو میکرد که در آرزو میکرد در چنین وضعیتی مامان از او کاملا مراقبت و محافظت کند نه اینکه از روی حسادت به کاری عجولانه دست بزند چند هفته از آن دیدار گذشت که جولین از پری خواست تا به خانه او برود و همانجا زندگی کند جولین در محله هفتم پاریس آپارتمانی کوچک داشت پری این پیشنهاد را پذیرفت زیرا دیگر امکان کنار هم زندگی کردن نه برای او وجود داشت برای او وجود داشت و نه برای کولت هنوز هم پری به خوبی نخستین یک شنبه ای را به خاطر می آورد که در خانه جولین گذرانده بود. آن دو روی کاناپه کنار یکدیگر نشسته بودند. پری چرت می زاد و از آن حالت لذت می برد. جولین نیز در حالی که پاهای بلندش را روی میز جلوی کاناپه گذاشته بود، چای می خورد و در همان حال روزنامه می خوند. صفی از ژاک نبرل نیز در گرامافون گذاشته بود. پری ناگهان گفت: "باید به مامان بگوییم." می توانست تنش ناگهانی را در وجود جولین احساس کند. او روزنامه را تا کرد. عینک مطالعه را از روی چشمش برداشت و آنها را روی دسته کاناپه گذاشت. پری افسود او باید بداند. جولین گفت شاید. شاید؟ نه البته حق با توست باید به او بگویی اما مراقب باش از او اجازه نگیر و همچنین نخواه که تو را ببخشد زیرا به هیچ کدام از اینها نیازی نداری فقط به او تلفن بزن و طوری این موضوع را به او بگو که متوجه شود منظورت کسب اجازه از او نیست گفتنش برای تو آسان است خب شاید همینطور باشد که میگویی اما این را فراموش پراموش نکن که نیلا زنی کینه توز است اصلا دلم نمیخواهد این حرف را بزنم اما این مهمترین دلیل من برای دور شدن از مادرت بود او به طرز عجیبی کینه است پس میدانم که گفتن این مطالب به او اصلا کار آسانی نیست پنی آه کشید و چشمانش را بست حتی فکر کردن به این موضوع را مضطرب میکرد جولین سعی تکان داد و گفت سخت نگیر فردا اون روز پری به مامان زنگ زد او همه چیز را میدانست چه کسی این را به تو گفت؟ کولت پری با خود اندیشید البته میخواستم خودم به تو بگویم میدانستم که دیر یا زود همه چیز را به من میگویی این موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد از دستم عصبانی هستی برای تهمیتی دارد پری کنار پنجره ایستاد بی اختیار انگشتش را رو 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 روی لبه زیر سیگاری جولین کشید چشمانش را بست و گفت نه ماما نه برایم مهم نیست خب کاش می توانستم بگویم ناراحت نشدم نمیخواستم ناراحتت کنم مامان خندید که بیشتر به پوست خند شباهت داشت بعضی وقتها که به تو نگاه می کنم خودم را در تو میبینم که البته امری چندان غیر عادی هم نیست پری من اصلا تو را نمی شناسم و نمی دانم چه جور آدمی هستی و چه در خونت داری تو برایم یک بیگانه هستی پری گفت مامان منظورت از این ها را نمیفهمم اما مامان دیگر گوشی را قطع کرده بود چک... چکیده ای از مقاله نقم سرای افغان مصاحبه با نیلا وحدتی مصاحبهگر گر اتی ام بستوله پارالاکس نمستان 1974 صفحه 38 اتین آیا زبان فرانسوی را اینجا آموختی نیلا وحدتی وقتی بچه بودم زبان فرانسوی را مادرم در کابل به من یاد داد او فقط به زبان فرانسوی با من صحبت می کرد ما هر روز درس می وقتی از او از کابل رفت من سختی زیادی کشیدم اتین او به فرانسه آمد نیلا وحدتی بله وقتی ده ساله بودم پدر و مادرم از هم جدا شدند. من تنها فرزند پدرم بودم. بنابراین انتظار نمی رفت به مادرم اجازه دهد تا مرا همراه خودش ببرد و به این صورت من نزد پدرم ماندم. مادرم به پاریس آمد تا با خواهرش اگنس زندگی کند. پدرم سعی کرد نبودن مادرم را با گرفتن آموزگار خصوصی جبران کند. همچنین من در کلاس های متفاوتی مانند سوارکاری و هنر شرکت می کردم. اما هیچ کدام از, این، از اینها جای خالی مادرم را پر نمی کند. اتین چه بر سر او آمد نیلا وحدتی آه او مرد همان هنگامی که نازیها به پاریس آمدند البته نازیها او را نکشتند آنها اگنس را کشتند مادرم به دلیل ابتلا به بیماری زاتوری جان باخت پدرم این موضوع را تا روزی که متفقین پاریس را آزاد نکرده بودند به من نگفت اما من همه چیز را میدانستم اتین لابد برایت خیلی سخت بود نیلا وحدتی نابودم کرد من عاشق مادرم بودم و تصمیم داشتم به هر, ش... به هر شکل ممکن پس از جنگ به فرانسه بیایم و با او زندگی کنم اتین به نظر نمی رسد که با پدرت رابطه خوبی داشتی نیلا وحدتی نه من اون مدام با هم جر و بحث می کردیم و چون هرگز کسی پیدا نمی شد که از او حرف شنوی نداشته باشد از اینکه میدید من حاضر نیستم از او اطاعت کنم به شدت حیرت زده بود او به همه به ویژه به زنان امر و نه او به من می گفت که چه بپوشم چطور حرف بزنم چه رفتاری داشته باشم و کجا بروم من دختری ماجراجو بودم و او درست برعکس من گوشهگیر در نتیجه اصلا نمیتوانستیم با هم سازگار باشیم لبخند میزند و دستمالی را که دور گردنش پیچیده است محکمتر میکند نیلا وحدتی و بعد من عاشق شدم، نه یک بار، چندین بار. عشقهایی که می دانستم هرگز آنها را, هرگز آنها را،, آنها را نخواهد پذیرفت مثلا یک بار پسر پیش خدمت، به پسر پیش خدمت من دل باختم و بار دیگر عاشق کارمند دونپایی شدم که بعضی از کارهای دفتری پدرم را انجام میداد من بیرون از خانه با آنها قرار می گذاشتم و هر بار پدرم متوجه می شد در واقع هر بار به او خبر می که من کجا هستم. یک بار که به یک مهمانی رفته بودم پدرم یک نفر را دنبالم فرستاد و مرا به خانه برگرداند آن وقت مرا به اتاقی انداخت و حبسم کرد او از, پر... او از پشت در بسته به من گفت تو آبروی مرا بردی نمیدانم با تو چه کار باید بکنم گاهی نیز با شلاق به جانم می افتاد و من سعی میکردم هر طور شده است از دستش فرار کنم از آن موقع به شاعری روی آوردم و البته شعرهایی که میگفتم همگی مبتذل بود شعرهای بلند مانند پره های درون قفس و عاشقان قل زنجیر که البته به هیچ کدام از آنها افتخار نمی کنم. نیلا وحدتی از آن دسته زنان نیست که نمیتواند خود را فروتن نشان دهد بنابراین بدون تردید اشعار دوران نوجوانیش نیز سرشار از صداقت و واقعیت بود و گمان میکنم ترجمه اشعار او در آن دوران نشان دهنده ارزش آنها باشد با اینکه آن اشعار را در نوجوانی سرود است اما اشعاری حس برانگیز بودند که عشق احساس و بسیاری از ذرافت ها را به خوبی به تصویر می کشیدن. او در اشعارش سرخوردگی در عشق را به خوبی نشان میداد و از ظلم و ستمی می گفت که بر او و هر زن دیگری روا می شد در اشعارش مرد شروری را به تصویر کشیده است که شاید به نوعی نماد پدرش باشد من همه اینها را به او گفتم اتین اشعار شما نه وزن دارند و نه قافیه آنطور که من متوجه شدم شما به شدت از اشعار قدیمی و کلاسیک فارسی و الگو برداری کرده اید اما در شعرهای نوعی سنت چکنی میبینم بنابراین آیا قبول داری که اگر در کشوری پیشرفته تر مثلا ایران به دنیا می آمدی، اکنون می توانستی از پیشگامان دنیای ادبیات به شمار آیی نیلا لبخند میزند نیلا وحدتی شاید اتین اتین از اینکه میگویی به اشعار آن روزهایت نمیبالی تعجب میکنم آیا شعری هست که از سرودنش خشنود باشی نیلا وحدتی پاسخ به این پرسش سخت است با این حال باید بگویم بله البته به شرط آنکه به آنها به صورت اشعاری خلاقانه نگاه نکنیم اتین یعنی منظورت جدا کردن هدف از وسیله است نیلا وحدتی آن وقت خلاقیت را نوعی دستبرد ادبی میدانم گرچه اگر هدف را از یک قطعه ادبی جدا کنید دیگر چیز دلچسبی در آن باقی نمی ماند. خلاقیت در شعر با ویران کردن زندگی زندگی بسیاری از آدم ها و بیارزش نشان دادن آن برابر است یعنی هدایت کردن آنها به مسیری ناخواسته و گرفتن چیزی که به شما تعلق ندارد اتیهن و این کاری بود که تو در آن مهارتی خاص داشتی نیلا وحدتی من این کار را نکردم تا دین, تا دین خود را به هنر بپردازم من که این کار را کردم چون چاره دیگری نداشتم و اگر این کار را نمی کردم از نظر روحی خرد و له می شدم می گویا یا به اشعارم افتخار می کنم باید بگویم جواب روشنی برای آن ندارم زیرا موقع من این کار را برای جلب توجه دیگران به خودم نمی کردم را می خورد و سپس دوباره لیوانش را پر می کن. نیلا وحدتی فقط می توانم بگویم که در کابل هیچ کس پذیرای من نبود و کسی به چشم یک پیشگام به من نگاه نمی کرد. مرا صرفا دختری بیبند و بار می دانستن که رفتاری غیر اخلاقی داشت. دست کم پدرم که اینگونه به من نگاه می کرد. او می گفت هر چه من می نویسم نشان دهنده فساد اخلاقی ام است و این را با سراحت و روشنی به من می گفت. او مرا سرزنش می کرد که آبروی خانوادگی را بردم و از من میپرسید چرا نمیتوانم مانند دیگران و محترمانه زندگی کنم. کنم اتین آن وقت تو چه میگفتی نیلا وحدتی میگفتم منظورش را از محترمان زندگی کردن نمیفهمم میگفتم می گفتم دوست ندارم افسار برگردنم باشد اتین و, گمان و گمانم که شنیدن این حرفها بیشتر او را عصبانی میکرد نیلا وحدتی بدون تردید نمیدانستم این حرف را به او بزنم یا نه اتین احتمالا عصبانیت او بیدلیل نبود نیلا وحدتی شانه بالا می اندازد. اتین، او بزرگ خانهاش بود مگر نه و تو با او و تمام باورهایش در افتاده بودی تو و, رف... تو و, رفتار و نوشته های دنیای جدید را پیش پای زنان آن سرزمین میگذاشت تو به آنها یاد میدادی که حرفشان را بزنند و در پی دستیابی به, به خواسته هایشان باشد تو به زنان نشان دادی که نباید زیر سلطه مردان باشند و یاد بگیرند در برابر زورگوی آنها ایستادگی کنند تو انقلابی یک نفره انجام دادی نیلا وحدتی در حالی که خودم فکر می کردم تمام شعرهایم زمینه از عشقهای نفسانی دارد اتین اما تو پای گذار یک انقلاب بودی به یادداشتهایم نگاهی میاندازم شعرهایی مانند خارها اما برای انتظار باش و به او میگویم که چندان از این اشعار خوشم نمیآید و به نظر می رسد فقط برای تکان دادن و رسوا کردن سروده شده اند. نیلا وحدتی من خشمگین بودم زیرا به واسطه زن بودنم تحقیر می شدم و به زور می گفتن چون زن بودم, چون زن بودم حتما مردی باید از من حمایت می کرد. از نظر مردان ما زنها موجودات کم عقلی بودیم که نه درک سیاسی داشتیم نه درک اجتماعی و از این رو به راحتی فریب می خوردیم. زیرا ما از نظر جنسی زیاده خواهیم و اگر کنترل ما نکنند به هر خلافی دست می زنیم. اتیهن. مرا ببخش اما مگر تو خودت اینطور نبودی و با هر کسی رابطه برقرار نکردی نیلا وحدتی بله اما این فقط به دلیل نشان دادن مخالفتم با مردم و به ویژه پدرم بود سپس لبخندی شیرین زد و از من پرسید آیا چیزی میل دارم گفت گرچه دخترش رسما یخچال را خالی کرده است اما میتوانند یک ساندویج ژامبون برایم درست کند و همین کار را کرد بعد یک نوشیدنی دیگر آورد و سیگاری دیگر روشن کرد نیلا وحدتی موسیو بستوله آیا قبول داری برای ادامه این گفتگو به انرژی بیشتری نیاز داریم میگویم که با او موافق هستم نیلا وحدتی پس دو لصف در حق من بکن یک ساندویچت را بخور و دو از نگاه کردن به لیوانم دست بردار بنابراین متوجه میشم که نباید از او بپرسم نوشیدنیش چیست اتین بعد چه شد نیلا وحدتی در سال 1948 وقتی تقریبا 19 ساله بودم به بیماری مبتلا شدم که بسیار جدی و خطرناک بود که کاش می مردم و از این زندگی راحت می شدم. پدرم مرا به دهلی برد تا درمانم کنند اما دکترها به او گفتن شانس زنده ماندنم بسیار کم است. پدرم شش هفته کنار من مان تا بهبود یافتم ولی باید بگویم روی با مرگ تحولی در من پدید آورد من بسیار ضعیف و کم حوصله شده بودم. به خوردن غذا میل نداشتم و ترجیح میدادم در بسترم باشم و تمام مدت همانجا بمانم. اصلا دوست نداشتم با کسی حرف بزنم. اما سرانجام از بستر بیرون آمدم و مرور کارهای عادی و روزانم را رو از سر گرفتم. ولی هنوز هم به شدت احساس ضعف میکردم. گویی بخش بسیار مهمی از وجودم در دهلی باقی مانده بود. اتین آیا پدرت برای تو نگران بود نیلا وحدتی اتفاقا برعکس او کاملا هیجان زده بود زیرا باور داشت روی, روی با مرگ نقطه عطف و تحولی برای من و زندگیم خواهد بود امیدوار بود رفتارم عوض شود نمانند مانند زنان و دختران دیگر زندگی کنم او نمیتوانست بفهمد که من چقدر از درون ویران شده ام یک بار در مقاله خواندم کسی که زیر بهمن مدفون می شود نمیتواند متوجه شود کدام طرف بالا و کدام طرف پایین است من نیز در آن روزها چنین احساسی داشتم و درست مانند کسی که در بهمن گرفتار شده است هر چه بیشتر تقلا می کردم بیشتر در برفرو فرو می رفتم من گیج و سردرگم بودم و نمیتوانستم مسیر درست زندگیم را پیدا کنم افسرده و بنابراین بسیار آسیب شده بودم و گمان می کنم به دلیل وضعیت روحی آن روزهایم بود که وقتی یک سال بعد یعنی سال 1949 سلیمان وحدتی من را از پدرم خواستگاری کرد بلا فاصله پذیرفتم اتین آن روزها تو 20 ساله بودی نیلا وحدتی اما او نبود از من میپرسد آیا, ما... آیا, مایلم ساندویچ دیگری بخورم و من به او پاسخ منفی میدهم اما در برابر پیشنهاد یک فنجان قهوه نمیتوانم مقاومت کنم و آن را میپذیرم همچنان که سرگرم آماده کردن قهوه است از من میپرسد آیا ازدواج کردم پاسخم منفی است و میگویم هر بار تصمیم به این کار گرفتم دچار دو دودلی شده ام رو به سویم برمیگرداند در حالی که به من زل زده پوس خند میزند نیلا وحبت، آه این حالتی است که اغلب برای من پیش می آید اتین عجیب،, است به دستمان گلداری اشاره می کند که دور سرش بسته است نیلا وحدتی. این دستمان را به دلیل زیبایش به سرم نبستم پیروز لیس خوردم و پیشانیم پاره شد در هر حال باید بگویم مردانی که زنان را به خوبی درک می کنند کمتر به ازدواج مایل هستند سپس یک فنجان قهوه به من می دهد برای خودش هم سیگاری روشن می کند و می نشیند. نیلا وقتاتی من درباره ازدواج یک تئوری دارم اینکه فقط پس از گذشت دو هفته میتوان فهمید آیا ازدواج درستی صورت گرفته است یا نه اما عجیب این است که بسیاری از مردم وقتی از همان آغاز متوجه میشوند که انتخاب اشتباهی کرده اند با این حال ماها و حتی سالها در آن زندگی میمانند و به خودشان امید واهی میدهند که همه چیز درست میشود ولی هرگز چنین نخواهد شد من نیز در طول همان دو هفته نخست متوجه شدم که اشتباه کردم سلیمان وحدتی مردی نجیب اما بیش از حد جدی گوشگیر بی توجه و بی بود در ضمن عاشق رانندهش بود اتین آیا این, موضوع آیا این موضوع بدون تحتیل بدون شما را شکه کرده بود؟ نیلا وحدتی خب این موضوع اوزارا برای من سخت کرد سپس لبخندی اندوهناک بر چهرش می نشیند نیلا وحدتی البته بیشتر دلم به حالش میسوخت این موضوع دست خود او نبود و بدتر اینکه در جای اشتباه و زمانی اشتباه به دنیا آمده بود در هر حال وقتی دختر ما شش ساله بود او بر سر سکته قلبی درگذشت در آن وضعیت من باید به کابل برمیگشتم در آنجا در آنجا هم خانه داشتم و هم پول و ثروت هم پول و ثروت شوهرم را با وجود یک باغبان و یک شوفر معتمد می توانستم زندگی راحتی داشته باشم اما من زندگی در پاریس را انتخاب کردم اتیان. و همطور و همانطور که پیش از این گفتی این کار را به خاطر دخترت کردی نیلا وحدتی من هر کاری که کردم به خاطر او بود گرچه انتظار نداشتم مرا درک کرده یا از من قدردانی کند اما گاهی احساس می کنم او بیش از حد قدر نشناس است کاش میدانست که اگر من نبودم او چه زندگی سیاهی را تجربه می کرد اتین او تو را ناامید کرده است نیلا وحدتی من مطمئنم خداوند او را مسئول مجازات من کرده است یکی از روزهای سال 1975 هنگامی که پری به آپارتمان جدیدش برمیگردد سیر روی تخت خوابش میبیند تقریبا یک سال از زمانی میگذرد که مادرش را از بیمارستان به خانه برگردانده و حدود نه ماه از زمانی میگذرد که با جولین به هم زده است این خانه را به طور مشترک با یک دانشجوی پرستاری به نام زاهیه گرفته است او دختری الجزالی با گیسوانی فرفری و قهوه‌ای رنگ است چشمانی سبز دارد و دختری خوش اخلاق و خوش روز. آن هیچ مشکلی با هم ندارند و به راحتی می با یکدیگر کنار بیایند گرچه زاهیه به تازگی با نا... پسری به نام سامی نامزد کرده و در پایان این ترم تحصیلی به خانه او میرود. کنار آن بسته یادداشتی دیده میشود روی آن نوشته شده این بسته برای تو آمده است من امشب پیش سامی هستم فردا می زاهیه پری بسته را باز می کند. داخلش مجله است که یادداشت دیگری به آن زمینه شده که دست خطی آشنا دارد این بسته ابتدا به آدرس نیلا و سپس به ناشنانی همخانه سابقت کولت فرستاده شده بود و سرانجام برای من ارسال شد بهتر است آدرست را اصلاح کنی آن را بخوان هیچ کدام از ما حال روز خوبی نداریم جولین پری مجله را روی تخت خواب می اندازد. سپس به درست کردن سالاد اسفناج و فلفل قرمز می کند. بعد از آن لباس خوابش را می پوشد. پای تلویزیون و سیاه و سفیدی که آن را کرایه کرده از شامش را می خورد. در حالی که خبری از ویتنام را تماشا می کند. بی اختیار یاد کولت میافتد که همواره به جنگ آمریکا و ویتنام اعتراض می کرد. کولت در مراسم یاد بوده مامان دستگلی از مینا و کوکب و پس از بوسیدن پری پشت تریبون رفت و یکی از شعرهای مامان را بود جولین در آن مراسم حاضر نشده بود او به پری او به پری تلفن کرد و با سردی و بیاهمیتی به او گفت از چنین مراسمی نفرات دارد و آنها را خسته کننده میداند در پاسخ پری گفته بود خب هیچکس دوست ندارد در چنین مراسمی شرکت کند در هر حال بهتر است من در آن مراسم دیده نشوم پری پای تلفن گفته بود هر که دلت میخواهد اما از نظر او استدلال جولین فقط بهانه منطقی بود هر رفتار جولین را نشانه بیفکر و سردی و بیتوجهی او میدانست از رابطه داشتن با جولین احساس گناه میکرد بیشتر نگران مادرش بود که مبادا تحمل این ضربه روحی را نداشته باشد بعد از خوردن شام دوش میگیرد و سپس سراغ یادداشتهایی میرود که برای امتحانش آماده کرده است پس از خواندن آنها ظرفهایش را می و به نظافت آشپزخانه میپردازد اما هر کاری میکند نمیتواند خود را سرگرم کرده حواسش را پرت کند گویا مجلهای که روی تخت انداخته بود او را صدا میزند لباسش را عوض می کند بارانیش را میپوشد و برای قدم زدن به بلوار شپل می رود که به خانهاش فاصله چندانی ندارد هوا سرد است و باران میبارد با این حال ترجیح می دهد از خانه بیرون بزند گویی به هوای تازه نیاز دارد یادش میاد وقتی کم سن و سال تر بود مدام از ماما میپرسید آیا ما پسر یا دختر اموی در کابل ندارم ماما من خانه خاله یا ی ندارم پدر بزرگ یا مادر بزرگ چطور چرا هرگز آنها به دیدار ما نمی آیند نمی توانیم برایشان نامه بنویسیم خواهش میکنم یک بار به دیدن آنها برویم بیشتر سوال هایی که میپرسید درباره پدرش بود مثلا میپرسید بابا چه رنگی بیشتر خوشش میآمد او شنا بلد بود اهل شوخی و بگو بخند بود گاهی پدرش را به خاطر می آورد که دنبالش میدوید و وقتی می گرفتش قلقلکش می داد. یادش میآمد که او پیشانی بلند داشت و همواره بوی عطر میداد. سردست سردست های براغ او را به خاطر می و حتی می تواند ذرات خاکی را ببیند که بر سر دویدن ها و جست و ج... های او و پدرش در هوا معلق می ماند. پنی همیشه از مادرش می خواست کمکش کند تا خاطرات گونگی را که در ذهن داشت به یکدیگر بچسباند اما مامان چیزی به او نمی گفت که سرنخ جدیدی دستش بدهد ولی حالا مامان به جای آن که رمز و راز زندگیش را با دخترش در میان بگذارد در اختیار یک خبرنگار قجل... قریبه مجاری پارالاکس قرار بود پیش از رسیدن به خانه پری سه بار مقاله را میخواند اما نمیتواند بفهمد کدام یک از آن مطالب راست و کدام دروغ است حتی بخشهای از حرفهای مامان را شبیه شوخی بیمزه میداند در حالی که دستانش را در جیبهای بارانیش کرده به سوی پیگل می روید. هوا کم کم تاریک می شود و دانه در درشت باران به صورتش می پری اصلا پدر بزرگش را به خاطر نمی آورد و فقط یک عکس از او دیده که پشت میز کارش نشسته و مشغول مطالعه مطالعه است. با این حال به نظرش نمی آمد آنطور که مامان گفته بود او مردی شرور و زورگو باشد. او به خاطر دخترش حرفهای زیادی را تحمل کرد و توهینها و تحقیرهای فراوانی را به جان خرید وقتی مامان بیمار شد او را به هندوستان برد و شش هفته کنارش ماند پری نمیدانست بیماری مادرش چه بود اما یک بار که تصویر اثر زخم عمودی روی شکم مادرش در ذهنش نقش بسته بود از راهبه پرسید و راهبه به او گفت زخم سزاریان افقی است نه عمودی اما حرفهایی که مامان درباره شوهرش آقای وحدتی به آن خبرنگار گفته بود چه معنایی داشت آیا فقط ماشی تهمت بیپای و اساس بود آیا بابا واقعا عاشق نبی راننده شده بود اگر همه اینها واقعیت داشت چرا مامان بعد از این همه سال باید آنها را بر زبان میآورد آن هم نه برای دخترش بلکه برای, برای یک خبرنگار آیا ممکن است همه این حرفها برای خورد کردن او باشد اما شنیدن این که همه این کارها رو به خاطر دخترش کرده البته پیش از ماجرای جولین و حرفایش در این باره که مادری فرق و فرق فداکار بوده است پری برای پری اصلا رجیم نبود و یکی نخورد مشتی دروغ با این حال ماما شاعری ذاتی بود پری واژه به واژه اشعار او را که به فرانسوی ترجمه شده خوانده است در اینکه او شاعری با استعداد و درخشان بود تردیدی نبود اما پری نمیتواند باور کند که مامان تمام زندگیش را وقت به او کرده است این دروغی بیش نیست زیرا این همه شور و شوق عاشقانه باید از جای دیگر سرچشمه گرفته باشد شاید او هم فریبکاری بسیار توانمند و با استعداد بود یک جادوگر که مداد چوبه... که مداد و چوب جادویش بود و می تو... که مداد چوب جادوییاش بود و می آنچه آن خودش تجربه نکرده است در برابر چشم دیگران زنده کند اما یا مامان این حرفها را زده بود تا زمین زیر پای او را شل کند پری نمیداند او واقعا نمیداند مامان از گفتن این حرفها چه هدفی داشته و چه نیتی را در سر می است. او چرا باید کاری میکرد و حرفی میزد که دنیای, که دنیای پرسش بی جواب و تردید در دل پری جا بگیرد؟ چرا باید کاری کند که پری خود را در بیابانی تاریک و بی احساس کند؟ اما حقیقت چیست؟ پری به خودش میگوید همه اینها از ویژگی کوین توزی بی اندازه ماما سرچشمه میگیرد او هم از دست جولی نصبانی بود و هم از دست پری که ناامیدش کرده گوی انتظار داشت پری همه آن سالهایی را که با مردان هدر داده و به هیچ چیز نرسیده بود برایش جبران کند هر بار که رابطه هر بار که رابطه به پایان می رسید ماما خود را ناامیدتر می آف و خوشبختی را در دور از دسترس خود میدید پری میاندیشید مامان من چه بودم قرار بود چه باشم در رحم تو بزرگ شوم از بود در کنار در آنجا راضی باشم باید بعض امید می شدم یا بلیت قایقی که تو را از تاریکی به, به ساحل نور می رسند باید وصله ای بر حفره درون قلبت می شدم آیا من نمی توانستم چنین باشم بلکه فقط صدی در مقابل تو بودم یا شاید خودت هم از اول می دانستی پس مقصر خودت هستی که از همان ابتدا فکر نکردی در هر حال نمی توانی مرا به سمساری ببری آنجا بفروشی شاید مصاحبه آخرین خنده مامان بود پنی زیر سایبان کافه می تا از گزند قطرات باران در امان باشد آنجا با بیمارستانی که زاهیه در آنجا سرگرم کارآموزی است فاصله چندانی ندارد در حالی که سیگاری روشن می کند به خودش میگوید بهتر است با کولت صحبت کنند. پس از آن مراسم یاد بود آن دو بیش از یکی دو بار با هم صحبت نکردند یاد دوران نوجوانیش افتاد که مدام آدامس میجویدند و یا پشت میز توالت مینشستند و آرایش میکردند آرایش می ناگهان چشمش به پیرزنی میافتد که زنجیر سگی را در دست دارد و شتابان به سوی پیاده رو می رود. این نخستین باری نیست که وقتی سگی را می بیند موجی از خاطرات گنگ و تاریک به ذهنش حجوم می آورد. او نمی داند که یا وقتی در کابل بودن سگ داشتند. مامان به او گفته بود اصلا از سگ خوشش نمی آید. می گفت حتی اگر به سگی لگت بزنی تا او را از خواهد دور کنی باز هم به طرفت می آید. حرفی دیگر از مامان را به خاطر می اینکه گفته با من خودم را در تو نمی بینم من اصلا نمیدانم تو کیستی پی تحصیلگارش را رو روی زمین می اندازد تصمیم می گیرد به کولت زنگ بزند و با او قرار بگذارد شاید می توانستم مثل گذشته در خیابان قدم بزنند. ویترین, ها، بیترین های مغازه ها را تماشا کنند و از حال دیگر با خبر شوند همچنین می خواهد بداند آیا او هنوز ما هم مایل است به افغانستان سفر کنند یا نه پری به دیدار کولت می رود. آنها یکدیگر را در رستورانی دیدند که طرحی مراکشی دارد. دیوارهایش با دیوارهایش با پارچه های بنفش پوشانده و بالش های نارنجی رنگ به دیوار تکیه داده شده است. نوازنده ای که موهای فرفری دارد سرگرم نواختن است. کولت تنها نیست. او با جوانی به نام اریب لاکومب لکومب آمده که آموزگار رشته تئاتر در دبیرستان است اریک به پری میگوید او را در گرد همایی مترزانه شکار خوکهای آبی دیده است که مربوط به چند سال پیش بود ابتدا پری او را به خاطر آورد اما بعد یادش میآید که او همراه کولت به آنجا آمده بود روی یک نیمکت مینشینند و نوشیدنی سفارش میدهند پری اول گمان میکند که آن دو با هم دوست هستند اما به نظر میرسد موضوع جدیتر, جدیتر از آن باشد زیرا کولت مدام از او تعریف میکند پری در حالی که دانه زیتونی در دهانش میگذارد از زیر چشم به اریک نگاهی میاندازد که چندان هم خوش قیافه نیست بینی بسیار باریکی دارد و موهای بلند و صافش را دم بسته است رنگ پریده به نظر می رسد و دستانش نیز بسیار ظریف است. چهره مهربان دارد و پسری فداکار دیده می شود. آنها در یک روز سرد زمستان سرد بهاری سال 1977 در حالی که فقط چند ماه از سوگن خوردن جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا میگذشت با یکدیگر ازدواج کردند بر اساس اصرار اریک این مراسم بسیار ساده و بدون حضور کسی انجام پذیرفت والدین اریک با ازدواجشان موافق نبودند جز آن دو نفر و کولت به عنوان شاهید هیچ کس دیگری نبود اریک پدری پولدار داد که حاضر بود عروسی مفصلی برای آنها بگیرد اما اریک نپذیرفت و را هم بیان نکرد اما پری میداند که این, را بخوا... این کار را به خاطر او کرده است اریک تنها فرزند خانواده است اما اقوام و خویشاوندان زیادی دارد ولی از آنجایی که میداند پری تنهاست و کسی را ندارد تا در مراسم عروسیش برای او اشک شوق بریزد ترجیح می هیچ کس در آن مراسم شرکت نکند هنگامی که پری به اریک میگوید تصمیم دارد در اولین فرصت به افغانستان برود او اصلا مخالفت نمیکند برعکس جورین که هرگز با آن کار موافق نبود اریک میگوید فکر میکنه یک فرزند خوانده بودی با من میایی؟ تصمیم میگیرند تابستان به افغانستان بروند زیرا هم اداره تعطیل است و هم پری میتواند فرصتی کوتاه برای ارائه پایاننامه دکتریش از دانشگاه بگیرد اریک نام خودش را پری را در یک کلاس آموزش زبان فارسی مینویسد پری معمولا هدفونی بر گوشش دارد و لغات جدیدی را که یاد میگیرد تلفظ و بارها تکرار میکند چند هفته پیش از پر رسیدن فصل تابستان و در حالی که اریک با جدیت تمام سرگرم تدارک این سفر است پری متوجه میشود که باردار شده است یک هنگامی که این موضوع را میشنود میگوید اما برنامه‌ریزی کرده ما طبق برنامه ما تابستان به افغانستان میرویم آنها در آپارتمانی بسیار کوچک زندگی می کنند که از امکانات اندکی برخوردار است پری این میگوید اینجا برای بچه جایی نداریم اریک شغل دو می میگیرد و به تدریس پیانو میپردازد مدتی بعد ایزابل از راه میرسد شیرین و دوست داشتنی پوستی روشن و چشمانی به رنگ کارامل دارد بنابراین چاره ای ندارند جز که خانهشان را عوض کنند آنها به آپارتمان کوچک هم و دو خوابه میروند که چندان هم از پارک لوکزامبورگ دور نیست البته پدر اریک نیز از نظر مالی به او کمک میکند که این, که این کمک ها به عنوان قرض است چرا که اریک اینطور میخواهد پریست ماه مرخصی میگیرد تا از ایزابل نگهداری کند هرگاه ایزابل به او نگاه می کند از شدت شوق قلبش می ریزد. شبها هنگامی که الیک از سر کار به خانه برمیگردد پس از آنکه کفشهایش را در میآورد و کیفش را روی میز میگذارد نخستین کارش بغل کردن آن نوزاد است آن پری فرصت پیدا می کند, تا می کند برای ایزابل غذای آماده کند الیک مدام از پری میپرسد آیا امروز به اندازه کافی غذا خورده استراحت کرده آیا با هم تلویزیون تماشا کرده اید آیا حرکت جدی یاد گرفته و هزار و یک پرسش دیگر که مشتاقانه می نشینند و به پاسخهای پری گوش می دهد. اما چاره ای ندارن جز آن که موقتا سفر به افغانستان را به تعویق بیاندازند پری نیز آنقدر سرگرم است که فرصت اندیشیدن به خانواده پدریش را ندارد اکنون ایزابل مهمترین موجود زندگی اوست و رفته رفته این فکر در او رنگ میبازند که واقعا کیست و خانواده پدریش چه کسانی بودند او کاملا از زندگیش راضی است و این احساسی است که پیش از آن تجربه نکرده در سال 1981 هنگامی که ایزابل فقط سه سال دارد و از بارداری بر سر آلن هم چند, چند ماهی بیشتر نمیگذرد پری ناگزیر است برای شرکت در کنفرانسی به مونیخ برود قرار است درباره توپولوژی و فیزیک نظری کنفرانس بدهد او با دستیاری یکی از همکارانش مقاله تهیه کرده است که آن را در کنفرانس مونیخ ارائه می کند و بسیار مورد توجه قرار می گیرد. پس از پایین گرد همایی پری همراه چند تن دیگر از استادان شرکت کننده در آن کنفرانس به کافه می رود و چیزی می نوشد. وقتی به اتاقش در هتل برمیگردد تقریبا نیمه شب است آنقدر خسته است که حتی توان عوض کردن لباسش را هم نده. دارد. همانطور روی تخت خوابش میافتد و به خواب عمیق فرو می رود ساعت دو سی دقیقه بامداد است که با صدای زنگ تلفن از خواب می پرد اریک کس که از پاریس سا... از پاریس سا... زنگ می زند اریک, می گوید ایزابل تب کرده لحظه هایش نیز متورم شده است و با کوچکترین تماسی از آن خون می آید پری من به سختی می توانم دندان هایش را ببینم نمیدانم دم... نمی چه کار باید بکنم جای خانم که این ممکن است پری میگوید ساکت باشد دلش نمی خواهد ادامه دهد و جملش را به پایان برساند پری چیزهایی درباره سرطان خون شنیده است روی تخت خواب می نشیند درست مانند تخت, خ... تخت سنگی بی حرکت بهتر بود اریک به او زنگ نمیزد آخر از کجا یعنی 700 کیلومتر دورتر از خانه چه کاری از دست او آید سرش گیج می رود و تمام بدنش غرق در عرق است از دست اریک خشمگین و عصبانی همچنین از دست خودش نگرانیش دلیلی ندارد یا شاید هم به این باور میرسد که دنیا هر کس را که دلش بخواهد میگیرد و برایش مهم نیست که آن فرد برای دیگران چه ارزشی دارد زیرا عرب میگوید من در جرأت رویارویی با چنین مسئله ای را ندارم اصلا چه دلیلی داره کسی تصمیم بگیرد که مادر بشود بخش از وجودش فریاد برمی آورد خدایا کمکم کن خدایا مرا بابت همه گناهانم ببخش بخشی دیگر از وجودش از دست ایزابل عصبانی است که چرا چنین کاری با او کرده زیرا اصلا تحمل چنین موقعیتی را ندارد اریک اریک گوش کن خودم بدم به تو زنگ میزنم الان باید تلفن را قطع کنم هر چه در کیف دارد روی تخت خواب خالی میکند دفترچه تچه یادداشتی را برمیدارد که شماره تلفنهایش را در آن نوشته است به کولت تلفن میکند که اکنون ساکن لیون است در آن شهر یک آژانس مسافرتی باز کرده دیدیر شوهرش نیز در آنجا دانشجوی رشته پزشکی است پس از شنیدن چند صدای بوغ بالاخره گوشی را برمیدارد پری همه چیز را برایش بازگو میکند می گوید. دیدیر میگوید میدانی که من ام روان پزشکی است میدانم میدانم اما گفتم شاید دیدیر چند سوال از پری میپرسد آیا وزن ایزابل کمتر شده از شبها عرق می کند؟ آیا متوجه کبودی غیرعادی خستگی بیش از حد یا تبهای دائمی رو نشده ای و پس از آنکه پاسخهای پری را میشنود به او میگوید بهتر از فردا صبح الیکو را نزد یک پزشک متخصص ببرد اگر اشتباه نکرده باشد احتمالا موضوع فقط یک التحاب ساده لسه است پری میپرسد یعنی چیه دیدیر به آرای میگوید یعنی دارد تبخال میزند تبخال پاسخ دیدی شیرین ترین و پاسخ پا... بهترین پاسخ است که پری در تمام طول زندگی شنیده از نظر من اصلا چیز مهمی نیست پری فقط دو بار دیدی را دیده است یک بار م... یک بار پیش از که با کولت ازدواج کنند و بار دیگر نیست پس از ازدواجشان اما آن شب بی اختیار به او میگوید که دوستش دارد و این عبارت را بارها در حالی که اشک میریزد تکرار میکند سپس به ایریک تلفن میکند و به او میگوید فردا ایزابل از... را نزد پرین ببرد آنگاه روی تخت خواب دراز میکشد و یاد روزهایی میافتد که بیماری, بیماری زاتوریه مبتلا شده بود آن موقع فقط هشت سال داشت و یادش میآید که مامان حاضر نشد او را در بیمارستان تنها بگذارد آن شب او خود را به مادرش نزدیکتر از همیشه احساس میکرد گاهی دلش برای مادرش تنگ میشود که این احساس دلتنگی در شب عروسی و روز به دنیا آمدن ایزابل صد چندان شده اما هرگز به اندازه اکنون و این شب وحشتناک جای او را در زندگیش خالی ندیده بود صبح روز بعد پری به پاریس برمیگردد به اریک میگوید پس از به دنیا آمدن آلن دیگر حاضر هرگز حاضر نیست باردار شود زیرا هر بچه برابر هر بچه برابر است با یک دنیا استراب و دل، استراب و دلواپسی در سال 1985 هنگامی که ایزابل هفت آلن چهار و تیری دو ساله از پری پیشنهاد تدریس در یکی از دانشگاه های اول پاریس را میپذیرد و با 36 سال جوانترین استاد آن دانشگاه و یکی از دو زنی است که آنجا مشغول تدریس هستند گرچه در ابتدا شروع به کارش دید چندان خوبی به او ندارند اما با رفتار خوبی که دارد به مرور رابطه, دیگر، رابطه خوبی با دیگران برقرار میکند اغلب در مهمانیهای آنجا شرکت کرده و البته اریک نیز او را همراهی میکند در آن مهمانی ها الیکوت و شلواری مخمل به تن می کند که روی آن آرنج هایش بسته دارد و آنطور که از ظواهر برمیآید از شرکت در آن مهمانی ها بسیار لذت می برد. گاهی نیز پری به دادش می رسید و او را از دست ریاضیدانان و حرفهای آنها نجات می بیداد. هرگاه در چنین مهمانی های شرکت می پری موضوع صحبت را به افغانستان می کشید و می درباره آن کشور و پیشرفته احتمالیش اطلاعاتی به دست آورد یک شب شاتلار یکی از استادان دانشگاه از پری پرسید به نظر تو آیا به ترک خاک افغانستان حاضر می شود و آنجا را ترک و رو ترک می کند بعد بعد از آن چه بر سر افغانستان می آید؟ به نظر تو اصولا سرخ در این کشور معنایی دارد پری پاسخ داد نمیدانم راستش را بخواهی گرچه من افغان هستم اما از آن کشور هیچ چیزی به خاطر نمیآورم اما در هر حال یک افغان هستی و در آنجا پرورش یافته ای پری خندید و گفت وقتی آنجا را ترک کردم خیلی کوچک بودم و هرچه درباره آن کشور میدانم مطالبی است که در نشریات خواندم این واقعیت دارد همه دانسته های پری در خصوص افغانستان برگرفته از خبرهایی است که در نشریات نوشته یا در رادیو تلویزیون گفته می شود. آنها اکنون خانه چهارخوابه در مجتمع مسکونی گویان دارند که تقریبا در 20 کیلومتری مرکز شهر پاریس قرار گرفته و روی تپه سرسبز ساخته شده است که هم مسیر پیاده روی دارد و هم یک آبگیر در حال حاضر اریک هم نمایشنامه می نویسد و هم تدریس می کند و یکی از نمایشنامه هایش نیز روی صحنه رفته است ایزابل دختری آرام فکور و باهوش است همواره کتاب میخواند و نواختن ویولونسل را فرا میگیرد و قرار است هفته آینده یکی از آثار چایکوفسکی کند هنگامی که او را در کلاس آموزش ویولنسل ثبت نام کردن رقبت چندانی به آموزش این ساز از خود نشان نمیداد اما کم کم به آن علاقه مند شد پری چند جلسه ایزابل را در رفتن به آن کلاس همراهی کرد ولی وقتی آن ساز را برای ایزابل حمل میکرد، آنقدر مچه دستانش درد می که گاهی شبها تا صبح از آن درد بیدار می من. که دیگر از این کار منصرف شد اریک آنقدر به او اصرار کرد تا سرانجام حاضر شد پیش یک دکتر برود اریک می گفت، پری تو تازه چه ساله شده هی پس این درد اصلا طبیعی نیست. آلن فرزند دوم آنها جذابیتی توان با سرکشی دارد و به شدت به بو... 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 ورزش های رزمی علاقه مند است. از آنجایی که زودتر از زمان طبیعی متولد شده ظریف و کوتاه قد است اما با شهامت و شجاعت فراوانی که دارد این کمبود را جو... جبران می کند. نه نگران ایزابل از من نگران آلن اما تیری و رفتارهای محافظه کاران و گاه اسرارآمیزش او را نگران می کند. انگار کودکی ناخواسته است و اغلب سکوت و تنهایی را به بودن در جمع ترجیح می دهد. هرگاه پری چیزی از او می خواهد یا لب به اعتراض می یا آن کار را به بدترین شکل ممکن انجام می دهد. است و به هر دلیلی کوچک چند، و به هر دلیلی هر چند کوچک و بیارزش با مادرش جر بحث میکنه که از نظر پری این رفتار فقط یک بهانه جوی ساده یا حتی لجبازی نیست به هر بهانه اشک از چشمانش جاری میشود و این موضوع پری را خیلی میترساند و احساس میکند تیری با تمام مشکلاتش چیزی که همواره با اوست درست مانند درد مچه دستش گاهی فکر می کند اگر مادر زنده بود با نوه هایش به ویژه تیری چه رفتاری داشت اصلا شاید میتوانست به خوبی با آنها, با آنها کنار بیاید او در هر حال مادر بزرگان آن پسر بود یعنی بخشی از وجود خودش را در او داشت البته پری درباره مادرش با بچه ها صحبت کرده و آنها نیز کنجکاوانه حرفهایش را شنیدهاند به ویژه ایزابل که بسیاری از شعرهای او را خوانده است ایزابل میگوید کاش رو دیده بودم به نظر موجود دوست داشتنی میآید مطمئنم من و او میتوانستیم دوستانی خوب برای یکدیگر باشیم مگر نه میتوانستیم کتاب بخوانیم و من برایش ویولنسل بنوازم اما پری هرگز به آنها نگفت که مادرش خودکشی کرده است گرچه امکان دارد روزی از این موضوع با خبر شوند اما بدون تردید آن را از دهان پری نخواهند شنید زیرا نمیخواهد این فکر در ذهن فرزندانش پدید آید که ممکن است روزی مادری به هر دلیلی حاضر به ترک فرزندانش شود پری میداند که با وجود اریک و فرزندانش هیچ کمبودی در زندگی ندارد تابستان سال 1994 پری و اریک با فرزندانشان به مایورکا می روند. بلیت این سفر را از آژانس کولت تهیه کردند که به تازگی پیشرفت چشمگیری یافته و اوضاع کارشان بهتر شده. کولت و دیدیر هم که هنوز فرزندی ندارند آنجا می روند تا دو هفته را با آنها بگذرانند. درد مش دستان پری آزارش میدهد و ناگزیر به مصرف انواع دارو هست. اما خوشبختانه داروی مصرف نمی کند که بیخوابی در پی داشته باشد پری به کولت میگوید فعلا حرف اضافه وزن را پیش نکش چون در هر حال مجبورم وقتی به ساحل می رویم لباس شنا تنم کنم کولت می خندد و میگوید آه که چقدر خودخواهی روزها در جزیره به گردش میپردازند خوراک مای خاردار و تاست کباب میخورند و انواع غذاهای اسپانیایی را امتحان میکنند اما تیری اصلا به چنین غذاهایی لب نمیزند و هر بار که به رستوران رو میروند پری ناگزیر است برای او اسپاگتی بدون گوشت و پنیر و با سس اسپاگتی سفارش بدهد به درخواست ایزابل که به تازگی با اوپرا آشنا شده است به تماشای اوپرا میروند اما کولت و پری که به اوپرا علاقه چندانی ندارند یک فلاسک میخرند و آن را پر از قهوه میکنند تا دست کم خود را با خوردن قهوه سرگرم کنند و بیش از حد بهشان سخت نگذرد برعکس آن شب به آنها بیش از حد انتظارشان خوش میگذرد و درست مانند دو دختر دبیرستانی مدام میخندند یک روز پلی، پری کولت ایزابل و تیری نهارشان را آماده می کنند و به ساحل می روند. دیدیر اریک و آلنی صبح زود برای دوچرخه سواری به خلیج رفتهاند پیش از رفتن به ساحل به فروشگاهی میروند تا پری همان لباس را بخرد که چشمش آرا گرفته بود هنگامی که به در ورودی فروشگاه رسند پری تصویر خودش را در شیشه میبیند و بلافاصله به خودش میگوید که دیگر به میانسالی قدم گذاشته است و که نه تنها به میانسالی رسیده بلکه لباس نامرتب موهای ژولیده و کم و بیش سفید شده و چهره آرایش نکردهاش هم توجهش را به خود جلب میکند صورتش طوری است که نظر هیچ کس را جلب نمیکند میاندیشد پیری در لحظه سراغ آدمی میآید که اصلا انتظارش را ندارد پس از بازگشت از ساحل و وقتی به محل اقامتشان باز میگردند متوجه میشم مردها نیز برگشتند اله میگوید بابا پیر شده است از پشت پیشخانه آشپزخانه اریک در حالی که سرگرم مخلوط کردن چند نوشیدنی شانه بالا میاندازد و لبخند میزند آلن ندامه میدهد فکر میکنم کم کم مجبور شوم تو را کول کنم به من یک سال فرصت بده آن وقت دوباره به, هم... به همینجا برمیگردی و من با تو مسابقه دو میدهم اما اریک هرگز چه این فرصتی به دست نمی آورد. پس از بازگشت به پاریس و در حالی که فقط یک هفته از پایین مسافرتشان گذشته بود اریک دچار حمله قلبی می شود و گرچه نجات می آورد. اما در طول سه سال بعد دو بار دیگر نیز این اتفاق برایش رخ می دهد. سرانجام هنگامی که پری فقط 48 سال دارد خود را مانند مامان بیوه می آورد. یک از روزهای پاییز سال 2010 پری تماسی از راه دور دارد که از نظر او کاملا غیرمنتظره نیست. در واقع از ابتدای آن روز و پری خود را برای این تماس آماده کرده است او از, او ایزابل خواست که آن زود زودتر خانه را ترک کند ایزابل و همسرش آلبرت آپارتمان یک خوابه نزدیک خانه ایزابل در بخش شمالی جزیره سنت دنیس خریدند صبحها یک روز در میان هنگامی که ایزابل فرزندانش را به مدرسه میبرد به مادرش سری میزند برای او نان و کمی میوه تازه میخرد هنوز پرید روی پاس کارش به صندلی چرخدار نکشیده است اما ظاهرا رفته رفته باید خود را برای این کار آماده کنند به دلیل بیماری به دلیل بیماری او را زودتر از موعد مقرر بازنشست کردن اما هنوز می تواند خرید کند و گاهی نیز کمی قدم بزند دستانش بسیار زشت و پر از چروک شده و درد موجهایش او را آزار می دهد برای اینکه آفتاب پوستش را از آنچه هست بدتر نکند هنگام بیرون رفتن دستکش می پوشد یا شاید هم دلش نمی خواهد. کسی دستانش را ببیند که اکنون بر جستگی های دور انگشتانش را پوشانده است کولت مدام به او میگوید دلیل ندارد خودت را اینقدر اذیت کنی امروز صبح ایزابل برای اون مقداری انجیر چند دانه صابون خلال دندون و دانه های شاه تا آورده تا سوپ درست کنند همچنان که خریدهایش رو روی میز میگذارد برای پری از کار جدیدش میگوید که با استقبال زیاد بینندگان تلویزیونی مواجه شده است او قطعات موزیکال می نویسد و امیدوار است به زودی بتواند یک فیلم موزیکال بسازد در حال حاضر نیز سرگرم کاری است که در مادرید, مادرید فیلمبرداری میشود پری میپرسد میخواهی به مادرید بروی نه آنقدر پول ندارن که خرج سفر مرا بدهند اما میتوانی پیش آلن بروی و در خانه او بمانی تفرک آلن اتاقی که او دارد حتی برای خودش هم کوچک است آلن مشاور مالی یک شرکت است او همراه همسرش آنا و چهار فرزندش در مادرید زندگی می کنند و مدام و مدام مادرش از اتفاقات مربوط به زندگی خود همسر و خانوادهش با خبر می سازد پری از ایزابل درباره تیری می پرسد. اما ایزابل نیز از او خبری ندارد تیری مدت به کشور چاد در آفریقا رفته است و در اردوگاه پناهندگان دارفور کار می کند با تنها کسی از خانوادهش که ارتباط دارد ایزابل است که گهگاهی با او تماس میگیرد در 20 سالگی با یک دختر ویتنامی ازدواج کرد که خیلی زود زندگیشان از هم پاشید ایزابل کتی را روی گاز میگذارد پری میگوید ایزابل قهوه درست نکن تو بعد امروز زودتر بروی ایزابل نگاهی ملامت به مادرش میاندازد پری متوجه می شود که لحنش تند و شاید برخورنده بوده ایزابل زنی بسیار حساس است بنابراین برای رفع ناراحتی دخترش میگوید یعنی میخواهم تنها باشم من منتظر یک تماس تلفنی هستم تلفن چه کسی قرار است به تو تلفن کند پری میگوید بعدا میفهمی ایزابل میخندد و میگوید نکند خبری شده و به من نمیگویی لابد تازگیها مرا با دقت ندیده ای از نظر من که تو هیچ ایرادی نداری ایزابل بعدا صحبت میکنیم ایزابل کیف خود را برمیدارد و میگوید بسیار خوب اما خیلی زود میفهمم موضوع چیست مردی که ساعت نه نیم دقیقه صبح به پری تلفن می مارکوس وارواریس وار وار نام دارد و از طریق فیسبوک برای پری پیامی فرستاده و پرسیده که آیا او دختر نیلا وحدتی است و اضافه کرده بود اگر پاسخش مثبت است مایل است با او تماس بگیرد پری نیز با جستجو در اینترنت متوجه شد که او یک جراح پلاستیک است که در کابل خدمت می کند وقتی مارکوس به پری تلفن می کند ابتدا شروع می کند به فارسی صحبت کردن اما پس از مدتی پری حرف او را قطع می میکند میگوید ممکن است انگلیسی صحبت کنید آه مرا ببخشید فکر میکردم اما وقتی شما کابر رو ترک کردید خیلی کوچک بودید مگر نه بله حق با شماست من فارسی رو در اینجا یاد گرفتم و از سال 2002 در این کشور زندگی می کنم. پس از آنکه طالبان از اینجا رفتن مردم افغانستان امیدوارانه منتظر رسیدن روزهای خوبی از راه بودند اما اوزا آنطور پیش نر... اما اوضاع آنطور که انتظار می رفت پیش نرفت پیش نر... اکنون نیز آماده برگزاری انتخابات برای ریاست جمهوری هستیم پری بدون آنکه حرفی بزند حرفهای مارکوس را گوش می کند. او میگوید شانس اه... کرزای برای برنده شدن در این انتخابات بسیار زیاد است. آنگاه از گرانی قیمت ها و زندگی سخت در آنجا می گوید. موضوع صحبت را عوض می کند و ادامه می دهد من چند سال از در خانه زندگی می کنم که ظاهرا شما نیز اینجا زندگی می کردید. منظورتان را نمی فهمم. این خانه به پدر و مادر شما تعلق داشته. من از این موضوع مطمئنم. این را از کجا فهمیدید؟ صاحب خانه به من گفت نامش نبیست یا بهتر بگویم نبی بود زیرا مدتی پیش فوت کرد شما او را میشناسید نام نبی برای پری یادآوری مردی خوشقیافه با موهای سیاه است اسمش را شنیدم او هم آشپز ما بود و هم راننده پدرم همینطور است او از سال 1947 یعنی از 63 سال پیش در این خانه خدمت میکرد اما ماه پیش مرد او مردی دوست داشتنی بود آه بله مارکوس می میگوید نبی یادداشتی به من داد تا پس از مرگش آن را بخوانم وقتی اون مرد من مترجمی افغانه من مترجمی افغانستانی گرفتم تا این یادداشت را برایم ترجمه کند. و باید بگویم این یادداشت چیزی بیشتر از یک یادداشت ساده و بیشتر شبیه یک نامه است که مطالب مهمی در آن آورده شده و و نبی به نکات بسیار مهمی در آن اشاره کرده است از آنجایی که گمان میکنم بعضی از این مطالب ممکن است برایتان مهم باشد کوشیدم شما را پیدا کنم در هر حال او از من خواسته این نامه را به دست شما برسانم و به کمک اینترنت توانستم این کار را انجام دهد ای به کمک اینترنت توانستم این کار را انجام دهم. ده